جناب آقای رحمان درکشیده، شما خودتون از شاهدای دادگاه بودید و در واقع هم محله‌ای حمید نوری و از اون کاملا شناخت دارید. لطفاً برای ما بیشتر بگید درباره این دادگاه که چگونه گذشت. شما از شهادت خودتون بگید، وقتی که به عنوان کسی که از نزدیک حمید نوری رو میشناختید و بعد از سالها در این دادگاه با او مقابل شدید و چشم و چش شدید. البته من از آخر شروع کنم که خب من سعی کردم که مثلا باش چشم به چشم نشم، بعد ولی قاضی دادگاه گفتش که باید یه بار دیگه نگاهش بکنیم، به رغم این که به هر حال این تو صحبت های خودشم تایید کرده بود که منو میشناسه، ولی یه لحظه نگاهش کردم فقط که اونم مثل همین دلغک ها باز ادا در آورد مثل تمام مدت دادگاه بود. اما در مورد دادگاه شما پرسید، من خیلی خلاصه بخوام بگم اینا، من اون بودی که برای من مهمه، میدونید که الان مثلا توی همین امروز مثلا پارلمان بلژیک میخواد یک قانون تصویب بکنه در رابطه مبادله زندانی، به اصطلاح مبادله، چون همه میدونن که سیاست جمهوری اسلامی توی رابطه چی هست. ولی اونچه که به نظر من مهم بوده این بوده که این دادگاه شهادت هایی که اومده، انعکاسش به خصوص توی جامعه از طریق نواقع همین پخش مستقیمش، از طریق رسانه های گوناگون و اینا که از طیف های گوناگون بودن رسانه ها، باعث شده که هرچی بیشتر موضوع قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 در میان مردم ایران، در میان نسل های جدیدتر جوانتر که اون دهه 60 شاهدش نبودن و اینا و روایت هایی شاید اصلا نشنیده باشن یا محدود شنیده باشن، این مقدار این در واقع بیشتر آشنا شده باشن با این موضوع، به هر حال این خودش به نظر من یه مسئله خیلی مهمیه. بعد این جهت در واقع یک قدمی به جلو برای جنبش دادخواهی، از این جهت که در واقع حامیان بیشتری رو تونسته این دادگاه حالا به طور غیر مستقیم برای این جنبش در واقع پیدا بکنه. از حسال خودتون بگید، اینجا جو بسیار پر از انتظاری جریان داره تا قبل از ساعت 1:30 که حکم قرار اعلام بشه، شما چه حسی دارید؟ من اینو میخوام بگم بهتون، من همونطور که گفتم من نوری نگاه نکردم، ولی اون لحظه اول که وارد دادگاه شدم، لحظه که من نشسته بودم اونجا چون اینو بعدش آوردن، اون لحظه که من این دستبند رو دور دستاش دیدم، برای میخوام بگم اصلا اون حسی که من دست داد اصلا قابل توصیف نیست، رجسته که این با دستبند اومد، یه لحظه من دیدم با دستبند شد. ببینید من مطمئنم اون محکوم میشه، یعنی از احساس همون محکوم میشه، ولی اینکه بعدش چقدر حالا زندان میمونه این یه بحث دیگه. من این با این حس دوا کنار اومدم، میدونم که این محکوم میشه و میدونم هم که اگر جمهوری اسلامی بمونه، که امیدوارم یک لحظه هم نمونه، بخاطر این درد و رنجی که تو دای مردم میکشن و اینا، از فقر، بیکاری و همه چیزایی که شما خودتون میدونید، ولی به هر حال اگر بخواد بمونه، با میدونیم که این رو هم بعد از چند سال افتن مبادله خواهند کرد، دیر یا زود. خب به نظر شما این دادگاه چه تأثیری میتونه در روند دادخواهی و تداوم دادخواهی داشته باشه؟ چون به هر حال یک دادگاه بسیار بزرگی بود، 9 ماه طول کشید، 93 جلسه، 60 تا شاهد و شاکی و کارشناس حضور داشتن. بله من همون تو پاسخ به سوال اولتون گفتم اینا، بخش این در واقع پخش مستقیم مسئله، پخشش از طریق رسانه‌های مختلف باعث شده که خیلی های دیگه با این موضوع آشنا بشن، با بخشی از وقایعی که برای زندانیان سیاسی تو دهه 60 اتفاق افتاد آشنا بشن، اگرچه محدود به گوهردشت، ولی واقعیت این گوهردشت این نمونه بود از تمام ایران و تابستان 67 یک نمونه بود، هرچند ممکنه بگیم که این نمونه فاجعه بارتری، ولی به هر حال نمونه بود از اون اتفاقاتی که تو این 10 سال اول حکومت به ویژه از دو سال 60-61 مشاهدش بودیم، جنایات بیشماری کرد. این در واقع آشنایی تودای مردم، آشنایی نسل جوان، آشنایی جوانترها با این موضوع، به نظر من این خودش یک گامی به جلو برای دادخواهی. از جدا از این مسئله که به هر حال خب این هم یه مسئله فرعی، البته به نظر من اونم این است که وقتی این آدم محکوم بشه اینجا،
این خودش یک پرونده هست برای سایر جانیانی که اگر بیان اینجا و اگر دستگیر بشن میتونه به واقع محاکمه اونها را به دنبال داشته باشه. بسیار سپاسگزارم آقای رحمان درکشیده. خواهش